سیاست حمایت به اقتصاد آمریکا باز می گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری با هدف جلوگیری از زیانهای وارده به منافع تجاری کشورش دو فرمان اجرایی امضا کرد. یکی برای مقابله با تولید کنندگان خارجی که محصولات ارزان قیمت خود را روانه بازارهای آمریکا می کنند. و دیگری مربوط به کشورهایی می شود که تراز مبادلات تجاری آنها به زیان آمریکاست. این فرمان اجرایی را امضا می کنم با هدف اطمینان یافتن از وضع تعرفه گمرکی مناسب برای وارد کنندگان خارجی که تقلب می کنند. آنها متقلبند. از این پس آنهایی که قواید را زیر پا می گذارند با عواقب بسیار شدیدی روبرو خواهند شد. به این ترتیب دولت آمریکا در نظر دارد در زمینه تجاری دست به تغییرات جدی بزند. از آن جمله عقب نشینی از توافق صورت گرفته در زمینه تجارت آزاد در سطح منطقه و جهانی. دونالد ترامپ همچنین طی پیامی در شبکه توییتر گفته که دیدار هفته آینده با مقامهای چین دیداری دشوار خواهد بود که در آن دیگر خبری از کسری تراز تجاری نیست. دو فرمان دونالد ترامپ ظاهرا چین را هدف قرار داده که بیشترین میزان کسری تراز تجاری آمریکا را به خود اختصاص داده است. البته اروپا و به ویژه بخش فولاد آن هم در کانون توجه رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد.